درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. دیوید تیلور رقیب اصلی حسن یزدانی در راه رسیدن به مقام قهرمانی جهان از همین الان جنگ روانی رو علیه قهرمان کشتی کشورمون شروع کرده. تیلور در مصاحبه‌ای بعد از تعریف و تمجید از قدرت یزدانی اعلام کرد قطعاً مثل المپیک هر دومون با تمام توان حاضر خواهیم شد. تیلور به شکستش در مسابقات جهانی مقابل یزدانی اشاره‌ای نکرد و در واقع با این حرف این پیام رو به یزدانی داد که مسابقات جهانی خیلی براش مهم نبوده و به خاطر همین باخته. تیلور گفت قطعاً هر دوی ما توی مسابقات المپیک با همه توان حاضر شده بودیم که در نهایت این من بودم که مسابقه را بردم. این در حالیه که یزدانی همیشه در مورد تیلور با احترام حرف زده و همیشه گفته که تیلور یکی از بهترین کشتیگیران تاریخ محسوب میشه. حالا باید ببینیم نبرد هیجان انگیز این دو کشتیگیر در مسابقات جهانی پیش رو به نفع کدومشون به پایان خواهد رسید. بعد از انتقاد علی کریمی به قطعی‌ها و گرونی برق به خاطر استخراج غیرقانونی رمز ارز توسط سپاه بود که دشمنی و کینه جمهوری اسلامی با جادوگر فوتبال ایران به اوج خودش رسید. سپاه از همون موقع شمشیرش رو برای کریمی از رو بست و با انتشار یک گزارش تخریب کننده توی خبر 23 به کریمی حمله کرد. چند روز قبل بود که کریمی با انتشار یه استوری به هزینه هایی که سپاه برای برگزاری مراسم عزاداری محرم میکنه انتقاد کرد. کریمی نوشت میلیاردها تومان خرج میکنیم نذری بدیم و در پایان آرزوی شفای بیماری رو داریم که برای نداشتن پول درمان میمیره. در نهایت هم با عبارت التماس تفکر استوریشو خاتمه داد. این بار اما سپاه با یه ترفند پر از تزویر تازه به کریمی حمله ور شد. سپاه این ماموریت رو به یه آخوندی که خودش رو توی سنگر امام حسین مخفی کرده بود واگذار کرد. آخوندی که مثل آب خوردن به اسطوره فوتبال کشورمون نادان، احمق و بیشرف میگه و میدونه که برای این کار از حاشیه امن بالایی برخورداره و قرار نیست هیچ دادگاهی براش پرونده بسازه و صدا و سیمای میلی و خبر 23 هم کاملا ازش حمایت میکنه. دیدم یه بیشرفی توییت کرده که میلیاردها پول هزینه میکنید برای نظری که همتون جمع بشید یک دونه مریض رو بگید خدا شفاش بده. خب این پول بدید اونو درمان کنید، اینقدر میلیاردها پول نظر نکنید. تمام شیعه در تمام دنیا برای شفای مریضانشون اقامه عزا میکنن که تو نادان احمق مثلا میگی که آقا این میلیاردها خرج میکنید، خب اینو پول بدید یک کس رو درمان کنید. نوبت به فوتبال شما چهار تا الدنگ سلبریتی که میرسه، اگر میلیاردها پول از بیت المال هدر بره، اونا رو یادت نیومد که خرج فقرا اگر بشه و خرج مریضا درمان میشن. خودت بی شرف چقدر پول گرفتی؟ مربیا چقدر پول میگیرن؟ چند میلیارد میگیری تو این مافیای فوتبال؟ کثافتی که در مافیای فوتبال برپا شده که خودتون هم دارید میگین، همه خلق هم دارن میگن افتضاحش اینه. بعد تو آمدی میگی که نظری ندن، پولشو برن بدن که مریضا درمان بشن. تو دلت مال فقرا میسوزه؟ دلت مال فقرا میسوزه؟ چیکار کردی برای فقرا؟ یا رو کو میریم چیکار کردی برای فقرا؟ برای درمان فقرا چیکار کردی؟ ما میلیاردها پول نظری نمیدیم که مریضمون شفا پیدا بکنه. شفا پیدا کرد یا نکرد، سر من و مریضم به نیزه وقتی سری به نیزه بلند است. باید ببینیم واکنش علی کریمی به انتشار این ویدیو که خیلی توی فضای مجازی وایرال شده و شاید کمتر کسی باشه که صحبت‌های این آخوند مغز فندقی رو نشیده باشه چیه. کلن از وقتی که وریا غفوری اون دفاع جانانه را از مردم ایران در مقابل رژیم کرد، پروژه سرکوب فوتبالیست‌ها توسط خامنه‌ای شدت گرفته و به نظر میرسه که سید علی نقشه‌های ویژه‌ای برای مهر و موم دهن سلبریتی‌هایی که خیلی توی جامعه دیده میشن کشیده باشه. استقلال امروز بالاخره قرارداد قائدی و محبی رو رسمی کرد و حالا دوتا از بهترین و تکنیکی ترین وینگرهای ایران رو در اختیار داره. وینگرهایی که قطعاً عمل کرده امسالشون قراره با عمل کرده فوق‌العاده امیر حسین حسینزاده در سال قبل مقایسه بشه. استقلال امروز مجوز بازی مرادمند رو هم گرفت و توافقات لازم رو هم با سیاوش یزدانی انجام داد. حالا باید ببینیم ساپینتو توانایی استفاده از این بازیکن‌ها رو داره یا خیر. پرسپولیس هم با جذب لوکادیا کاملا برای رسیدن به قهرمانی تجهیز شده، مخصوصا اگه درویش بتونه یه مهاجم خارجی خوب دیگه هم جذب کنه که امروز خبرهایی از شروع مذاکرات این باشگاه با چند تا گزینه خارجی توی رسانه ها منتشر شده.
پرسپولیسی ها بی صبرانه منتظر دیدن لوکادیا توی لباس تیمشون هستن. بازیکن هلندی امروز برای انجام مراحل پایانی قراردادش در باشگاه پرسپولیس حاضر شد. لوکادیا بعد از خروج از باشگاه با استیل و جذبه خاصی که داره حاضر به صحبت با خبرنگاران نشد. مستر لوکادیا. هلا لوکا. مثلا یه چند لحظه آقای مستر. اگه آقای لوکادیا سوارش. How do you feel about coming to Iran and Persepolis club? Look. باید ببینیم یحیی از لوکادیا برای بازی روز جمعه استفاده میکنه یا ترجیح میده این ستاره رو کم کم به ترکیب تیمش اضافه کنه. استراماچانی سرمربی ایتالیایی سابق استقلال بالاخره موفق شد یه حکم سنگین علیه این باشگاه بگیره. با رأی فیفا باشگاه استقلال باید علاوه بر هزینه‌های دادرسی و وکلای خارجی باشگاه حدود 1.5 میلیون دلار هم به این مربی پردازه. پولی که دستمزد 2 سال استراماچانی بود، ولی تعلل مدیران وقت باشگاه در پرداخت دستمزد این مربی باعث فسخ یک طرفه قرارداد شد. امید روانخواه بازیکن سابق استقلال افشاگری های جالبی از بلایی که مدیران استقلال سر این باشگاه آوردن کرده که دعوت میکنم تماشا کنیم. متاسفانه فوتبال ما داره در مینیموم ترین حالت خودش مدیریت میشه، یعنی پایین تر از این امکان نداره. شما ببینید وقتی که توی فدراسیون فوتبال ما اونطوری قرارداد نوشته میشه، بعد نمیتونیم از قراردادمون مراقبت کنیم. توی باشگاه بزرگی مثل استقلال من اون موقع با باشگاه همکاری میکردم، میدونستم پول استراماچانی وجود داره، میتونستم پولش رو بدم. ما میتونستیم 2 سال از استراماچانی استفاده کنیم و این رقم قراردادم بهش پرداخت کنیم، ولی استراماچانی میره، ما باید پولش هم بهش بدیم بابت کاری که انجام نداده. بعد اون وقت میبینیم مثلا هنوز پایه های استقلال درگیر زمین تمرین و امکانات اولیه، و بعد انتظار داریم هی مدیرای بعدی همونطوری که شما گفتید بیان این قضیه رو جبران کنن. من آینده رو خیلی بد میبینم، حالا مخصوصا باشگاه محبوب خودم استقلال. شما میدونید پرداخت این رقم استراماچونی یا پادوانی واقعا با قیمت ارز الان واقعا امکان پذیر نیست برای باشگاه، و باید یک جایی از صفر شروع کرد. فوتبال خیلی به هم ریخته شده، درسته توش پول هست، درسته هزینه میشه، قراردادهای میلیاردی بسته میشه، ولی خب واقعا میدونید از درون توی فوتبال ما چه اتفاقی داره برای باشگاه میفته و این تا کی میتونه ادامه داشته باشه. امیدوارم که اتفاق بله فقط میتونیم اظهار امیدواری کنیم آقای روانخواه که حداقل داره پرونده بعدی مخصوصا پادوانی که 9 میلیون دلار بسیار سنگین است، امیدواریم که این اتفاق نیفته. ممنون از شما و تشکر که در این بحث حضور داشتید و نظرات خودتون رو بیان کردید. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از اون در جریان اتفاقات و حواشی ورزش جهان قرار بدم.